هفته چهارم. درود و وقت بخیر دوستان عزیز. به هفته چهارم خوش آمدید. ژورنال های الهام بخشتون رو باز کنین و بالای صفحه بنویسین هفته چهارم. و روی خط پایین تر با یک خودکاری که جلب توجه بکنه یا یکم درشت‌تر بنویسید روز بدون نقص، یا بنویسید روز عالی. جمله هفته رو بنویسید، جمله هفته را مثل یک مانترای نیرومند بدانید. روی این جمله فوکوس کنید، حتی شده روی کاغذهایی بنویسید جاهایی رو که در طول روز عبور میکنید بچسبونید و هر بار که میبینید با صدای بلند بگید، انگار دارین به خود درونتون یا خود ناآگاهتون اینو تلقین میکنید. و این تکرارها باعث بشه به انرژی شما وصل بشه این جمله. این یک روز فوق‌العاده است. چنین روز را قبلا ندیده بودم. گفته مایا آنجلو. میتونید یک بار گوش دهید و دفعه بعدی ویدیو رو نگه دارید یا دکمه پاز رو بزنید و تمرینات رو توی هر لحظه انجام بدید و این دفتر رو سالهای سال نگه داشته باشین و هر وقت که بخواید بهش دسترسی پیدا کنید. یا نه، فقط به حالت کدمانند جملات شخصیتون رو بنویسید و میخواین این کار رو همیشگی بکنید و کم کم این نوشتن رو ذهنی انجام بدید. یعنی بدون اینکه بنویسین به منبع الهامتون وصل بشین و تمام مراحل رو مثل یک کودکی که کم کم راه رفتن رو یاد میگیره و دیگه بدون اینکه به جایی اتکا بکنه و دستش رو بگیره به جایی راه میره، شما هم بتونید وصل بشین به منبع الهامتون. خب حالا اولین تمرین رو انجام بدید. اگر هیچ مسئولیتی نداشتی با بقیه روز چیکار میکردی؟ چه مسئولیت هایی بر سر راه شما قرار دارد؟ حداقل 12 خط بنویسید و جا بذارین براش که اگر مسئولیت هایی نداشتی بگید الان صفحه ذهنی من پاکه، من هیچ کاری رو نباید انجام بدم، دوست دارم چه کاری انجام بدم، اولویتم چی هست. تمرین دوم، تعامل غیر فعال به شما امکان می دهد چیزهای جدید را جذب کرده و یاد بگیرید. مشارکت فعال به شما کمک می کند تا با دقت همه چیز را از فهرست کارهایتان بررسی کنید. هر دو برای یک روز معنادار مهم هستند. چه فعالیت های منفعلانه امروز مهم بود؟ چگونه با آیتم های فعال درگیر بودید؟ شاید این کلمه فعال و غیر فعال براتون یکم گنگ باشه، پس این توضیح رو مجبورم بدم برای واضح تر شدن. فعالیت های فعال و غیر فعال هر دو برای داشتن یک روز با معنی مهم هستند. فعالیت های غیر فعال به شما اجازه می دهند تا چیزهای جدیدی را جذب و یاد بگیرید. فعالیت های فعال به شما کمک می کنند تا با ذهن آگاهانه کارهای خود را انجام دهید. برای مثال به 4 دسته قابل تقسیم است. نخست مطالعه و یادگیری از راه های مختلف به عنوان فعالیت غیر فعال در نظر می آید. دوم گوش دادن به موسیقی، پادکست ها و فایل های صوتی نیز فعالیتی غیر فعال ولی مفید و مهم برای پر کردن فضای خالی در ذهن شماست. سوم، خواندن کتاب، روزنامه و مجله نیز یکی دیگر است. فعالیت‌های غیر فعالی است که می تواند به افزایش دانش و دایره لغات شما کمک کند. چهارم، تماشای فیلم و سریال، نقد و بررسی آنها یکی دیگر از فعالیت‌های غیر فعال است که می‌تواند در تفریح و استراحت شما مؤثر باشد. شاید در ظاهر این فعالیت‌ها فعالیت جسمی به حساب نمی‌آیند، اما
مغز شما در حال فعالیت است. در مقابل، فعالیت‌های فعالی که امروز انجام داده اید به شماره‌های زیادی می تواند برسد. برای مثال، ممکن است به تنظیم برنامه‌های خود، انجام تمرین‌های بدنی یا حتی شستن ظرف، مرتب کردن خونه یا مطالعه و یادداشت برداری از مباحث کاری خود بپردازید. هر کدام از این فعالیت‌ها با ذهن آگاهانه شما همراه بوده و شما را به سمت یک روز پر بار هدایت می کند. 19 خط تمرین رو بنویسید. پس با توضیحش متوجه شدین که فعالیت فعال و فعالیت غیر فعال چه فرقی با هم دارند. تمرین سوم. این 4 جمله بعدی را که خواهم گفت بنویسید و یک گزینه درست و یک گزینه اشتباه یا غلط جلوی اون بذارید. هر دوتاشو نذارید. اگر قراره الان انجام بدید، فقط اونی که درسته رو درست بنویسید، اونی که غلطه یا اشتباه هست رو اشتباه بنویسید، یا مخفف درست تی ترو، اشتباه اف، و بعد موقع تمرین انتخاب کنه. یعنی اگر میخواین بعدن انجام بدین، هر دو تا گزینه رو بذارین و موقع تمرین بنویسین کدوم غلطه کدوم درسته. جمله اول. بخش هایی از برنامه روزانه من شامل چیزهایی است که واقعا از آنها لذت میبرم. درست، صحیح یا اشتباه، غلط. جمله دوم. وقتی صبح از خواب بیدار می شوم، برای آن روز هیجان زده هستم. جمله سوم. مسئولیت های من بر شادی من غلبه می کند. جمله چهارم. من معتقدم که قدرت ایجاد تغییرات را دارم. پیدا کردن جرقه. یک روز عالی. بنویسید که روز عالی شما از صبح تا شب چگونه است. به این فکر کنید که چگونه می توانید پویایی منفی یک روز معمولی را به روزهای مثبت تغییر دهید. دوست دارید چطوری بیدار بشی؟ مثلا من اصلا دوست ندارم با صدای تلفن، زنگ یا ساعت بیدار بشم. دوست ندارم کسی منو بیدار بکنه. دوست دارم خودم بیدار بشم. ابتدا چه فعالیتی انجام می دهید؟ مثلا بعضی دوست دارن دوش بگیرن، حمام کنن، بعضی دوست دارن ورزش کنن، بعضی نه، دوست دارن اون لحظه که بیدار میشن چشماشون رو ببندن توی تخت، به کارهایی که میخوان اون روز انجام بدن فکر کنن، یا نه به خوابی که شب دیدن فکر کنن. برای 5 دقیقه برای خودشون باشن. کم کم ذهنشون آزاد بشه و بیدار بشن. بعضی هم دوست ندارن با کسی صحبت بکنن. بیدار میشن. صبحانه‌شون رو میخورن. کم کم با محیط بیرون از خودشون آشنا میشن. این رو بنویسین. یا نه. جایی که هستین کجا دوست دارین بیدار بشین؟ چه کسی همراه شماست؟ تا حد امکان جزئیات را به یاد بیاورید و به قلم خود منتقل کنید. سپس روز عالی خود را با صدای بلند بخوانید. چه خواسته هایی در شما ظاهر می شود؟ کدام فعالیت ها نیاز های پنهان شما را بیان می کنند؟ آیا نیاز به تنها بودن دارید؟ هر مشاهداتی را یادداشت کنید. برای این می توانید دو خط فاصله بذارید. دون یک صفحه بنویسین. چشماتون رو ببندین. در ابتدا تجسم کنید که یک روز عالی از دید شما چطوری میتونه شروع بشه، چطوری ادامه پیدا بکنه و با کی در اشتراک بذارین. شاید بخواین تنها باشین. موفق باشید. شما هفته 4 رو با موفقیت سپری کردین. با ما همراه باشین و برای این که نشون بدین که از این روزهای هفته لذت میبرید، از برنامه 50 روز استفاده کنید و من رو لایک کنید
برای به اشتراک گذاشتن این انرژی با بقیه دوستانتون اشتراک بکنید صفحه رو و من رو دنبال کنید.